ارشاد علیرانی، روزنامه نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین المللی فرانسه، از پاریس با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید آقای علیرانی. در مورد سابقه آقای مرتضی طلایی چی بیشتر میدونیم؟ ایشون فرمانده سپاه بودند و مأمور سپاه در نیروی انتظامی به عنوان فرمانده در اصفهان، مازندران و بعد به تهران اومدن. ایشون در سابقه طولانی هم که دارن، ایجاد پلیس کوهستان، پلیس پارک در زمان فرماندهی مرتضی طلایی صورت گرفته که عملاً هیچ وظیفه‌ای جز ایجاد مزاحمت برای مردم، دقیقاً دخالت در حریم خصوصی اونها حتی در پارک حتی در کوهستان نداشته. طرح‌های جمع‌آوری ماهواره، تشکیل پلیس امنیت اخلاقی، جنایت کنه دانشگاه 18 تیر، اینها در سوابق فرماندهی مرتضی طلایی بر نیروی انتظامی وجود داره که اینا خب همه جزی از حریم خصوصی افراد هست که در جمهوری اسلامی نقض میشه و ایشون سالها عامل نقض حریم خصوصی افراد بودن در مقام‌های مختلف، نه تنها فرمانده پلیس بلکه در شورای شهر به عنوان نایب رئیس شورای شهر هم حتی سیاستگزار و حامی تفکیک جنسیتی هم بودن. سال 95 ایشون دفاع جانانه‌ای کردن از طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، حتی در این زمینه در یکی از جلسات مطبوعاتی با یکی از خانم‌های خبرنگار که اون رو به چالش کشیده در این مورد درگیر شده. اگر بخوام این جملاتش رو بخونم، در اون جلسه میگه که من به عنوان یک مرد غیرتم اجازه نمیده شما که دخترم هستی بندازم جلوی یه مش مرد که هر رقم بخوان بهت نگاه کنند و باید برخورد کنند. دین ما، فرهنگ ما چنین اجازه‌ای رو به کسی نمیده. خواستار مناظره شدن با منتقدانشون، شما حاضر هستید با ایشون مناظره بکنید؟ من یک روزنامه نگارم، وظیفه من روایتگری واقعیت، کار من نیست مناظره. اما اجازه بدید این رو بگم که ما تمامی این مباحث رو که انجام میدیم نهایتاً داریم مرور درد مشترک دور هم میکنیم. هر کسی که در ایران زندگی میکنه یا زندگی کرده بعید میدونم شک و شبهه‌ای راجع به ریاکاری و زندگی دوگانه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه. هدف مناظره روشنگری برای مخاطب، نه اقناع طرف مقابل. واقعا به نظر نیازی به مناظره نیست، همه چیز مشخصه. به نظرم یه مقدار آدرس غلط دادن اصلا این بحث مناظره. به نظرم پرسش اصلی الان روبروی ما یه چیز دیگه ایه، وظیفه رسانه‌ها، روزنامه‌نگارها، کنشگرها. الان به نظرم به چالش کشیدن مرتضی طلایی نیست. تکلیف من به عنوان یک روزنامه‌نگار یا به عنوان یک شهروند با افرادی مانند مرتضی طلایی مشخصه. اینجا به نظرم چیزی که باید بیشتر مورد در رابطه با اون صحبت بشه از مقامات دولت کانادا باید پرسش بشه که به چه شکلی فردی مثل مرتضی طلایی ویزا داده میشه، در حالی که بسیار از دانشجوهای نخبه، هنرمندا، روزنامه‌نگارا، نویسنده‌های ایرانی با دلایل واهی با جواب رد دولت کانادا روبرو میشن، اما فردی مثل مرتضی طلایی به راحتی ویزای این کشور رو میگیره. مرتضی طلایی به پرسشی که در فرم درخواست ویزای کانادا در باره این که شاهد بوده یا نقش داشته در آزار یا شکنجه فردی زندانی چه پاسخی داده؟ این سوالیه که من فکر میکنم دولت کانادا باید بهش پاسخ بده. اگر پاسخ آری بوده، چرا دولت کانادا این مسئله رو نادیده گرفته؟ اگر جواب خیر داده شده، بگذاریم از این که آقای طلایی یک جرم مرتکب شده در دادن پاسخ دروغ در یک برگه رسمی، اما واقعا دشوار بوده آیا راستی آزمایش برای کانادا؟ مرتضی طلایی سرهنگ گمنام نیروی انتظامی یا سپاه نبوده، فرمانده پلیس، نایب رئیس شورای شهر تهران بوده. به نظرم کسی که الان باید پاسخگو باشه وزارت خارجه کانادا. متشکرم. ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار تلویزیون فرانس 24 و رادیو بین‌المللی فرانسه، از پاریس همراه ما.